به نام خدا. سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. در خدمتون هستم با جلسه سوم فایل های تصویریمون مربوط به ریاضی سال نهم. تو جلسات قبل رسیدیم به فصل هشتم. فصل هشتم رو یه استارت هم زدیم، اگه خاطرتون باشه. در رفتیم در مورد منشور و اینها صحبت کردیم، حالت خاصی از منشور در واقع استوانه بود. رسیدیم به ادامه ماجرا. حالا این جلسه که جلسه آخری میخوایم بریم سراغ هرم و نمیدونم مخروط و اینها صحبت کنیم. با من همراه باشید لطفا، بریم سمت تلویزیونمون. خب بریم هرم و مخروط رو امروز خدمتتون عرض کنم. آقا هرم چیه؟ نگاه کن، این اهرام مصر رو اینا هستن. یه چیزی این پایین به عنوان قاعده در نظر بگیر، حالا دایره دوست داری، مربع دوست داری، مستطیل دوست داری، هر چی دوست داری در نظر بگیر. اگه مثلا این مستطیل باشه، اگه یه مستطیل هم بالا باشه و اینا به هم وصلشن، یعنی بالا و پایین عین هم باشه، بهش میگفتیم منشور. حالا اگه بالا دیگه یه مستطیل نباشه، بالا یه نقطه باشه، این پایین دایره، مثلث، مستطیل، یه چیزی در نظر بگیر قاعده، این بالا یه نقطه باشه، بعد اینا بیان بالا به این نقطه برسن، یعنی اینجا، این پایین یه قاعده مربع شکله، حالا دایره شکل، مثلث شکل، مستطیل شکل، مهم نیست، بهش میگیم قاعده. اینجا یه رأسه، به این میگیم هرم. رأس هرم میشه. اینا که کنارهاشن میشن وجهای هرم. من الان مثلا هاشور مشکی زدم، این وجها مثلا یکی از وجها اینجوریه دیگه، اینا یال دارن، این دوتا خطا رو بهش میگیم یالهای هرم. قبول؟ پس رأس هرم، وجه هرم، یال هرم، یه ارتفاع داره که از رأس هرم عمود میشه به قاعده و از اینجور داستانا. خب حالا داخل اینا میشه حجم هرم دیگه. اگر دو هرم مشابه داره قاعده های برابر باشن، هرمی که ارتفاع بیشتری داره حجمش بیشتره. دو تا قاعده برابر، یکی ارتفاعش اینقدر، یکی ارتفاع 6 کیلومتر، خب اون حجمش بیشتره. اگر دو هرم مشابه داره ارتفاعهای برابر باشن، جفتشون ارتفاعشون مثلا 10 سانته، هرمی که قاعده بزرگتری دارد حجم بیشتری دارد. خب اینم منطقیه، وقتی ارتفاع برابره، اونی که قاعدش بزرگتره حجمش هم بیشتره. شماره 3، اگر دو هرم داشته باشیم که قاعده هاشون برابر، ارتفاعشون هم برابر باشه، همه چشون برابره دیگه، خب بنابراین حجمشون هم با هم برابر خواهد بود، حجم برابری دارن. خب آها، یه چیزی میخواستم بگم، اینو بگیم و بعد بریم. بذارید من اینجا. خب اینجا آقا چنزلی منتظم. چرا چنزلی منتظم میگم؟ الان صحبت میکنم در موردش. چنزلی منتظم به یک چنزلی میگن، سزلی، چارزلی، پنزلی، که اندازه ازلاش با هم برابر باشه، همه ازلا 2 سانت، همه ازلا 3 سانت، و زاویه ها هم همه برابر باشه. مثلث متساوی الازلا، 3 تا ضلع برابره، همه زاویه ها هم 60 درجه است. از طرف دیگه مربع 4 تا ضلع برابره، همه زاویه ها هم 90 درجه است. پنجزلی منتظم 5 تا ضلع برابره، همه زاویه ها هم با هم برابره. حالا اگر قاعده هرم یک چندزلی منتظم باشه، به اون میگیم هرم منتظم. قبوله؟ هرمی که قاعده آن یک چندزلی منتظم باشد و همه وجهای آن هم منهش باشه، بهش میگیم هرم منتظم. این تیکه رو بنویسید بچه ها. خب آقا حجم هرم، بچه ها حجم هرم چجوری حساب میشه؟ منشور رو در نظر بگیرید. جلسه قبل تو فایل تصویری قبلی داشتیم. حجم منشور چجوری حساب میشد؟ مساحت قاعده ضرب در ارتفاع. وقتی منشور به هرم تبدیل میشه، فرمول حجم همونه، مساحت قاعده ضرب در ارتفاع، یه سوم بهش اضافه میشه، یه سوم مساحت قاعده ضرب در ارتفاع، این میشه حجم هرم. پس اگه یه هرم داشتی، مساحت قاعدهش رو اندازه بگیر، ضرب در ارتفاعش کن،
تقسیم بر 3 کن یا ضرب در 1/3 فرقی نمیکنه. 1/3 میشه حجم هرم. بیا یه دونه مثال حل کنیم. در صورتی که قاعده یک هرم مربعی به ضلع 4 سانتی متر باشه، یه مربع به ضلع 4 ارتفاعش 9 باشه، حجم آن هرم چیه؟ خب اول مساحت قاعده رو اندازه بگیریم. مربعی که ضلعش 4 مساحتش میشه 4 ضرب در 4 16. این مساحت قاعده. ضرب در ارتفاع کن 16 ضرب در 9. چون منشوره یه 1/3 بذار پشتش، 1/3 16 ضرب در 9 که میشه 48. قبول دوستان؟ یه تست دیگه. در صورتی که قاعده یک هرم مثلث قائم و زاویه باشه با طول وتر 10 سانتی متر و یکی از اضلاع 6، ارتفاع هرم هم 5 باشه، حجم هرم رو اندازه بگیر. برای اینکه حجم هرم رو به دست بیاریم، اول باید مساحت قاعده رو به دست بیاریم، ارتفاع رو به دست بیاریم، اینا رو تو هم ضرب بکنیم و ضرب در 1/3. مساحت قاعده، مساحت این مثلث رو میخوام به دست بیارم. اول از همه با فیثاغورس برو اینو به دست بیار. 10^2 مساوی 6^2 به علاوه آ به توان 2. از این رابطه دیگه بلدید دیگه، بیا آ رو به دست بیار میشه 8. پس این آ شد 8. حالا مساحت مثلث میشه ارتفاع ضرب در قاعده تقسیم بر 2. 6 ضرب در 8 تقسیم بر 2. 6 8 تا 48 تا تقسیم بر 2 24. پس مساحت این میشه 24 سانتی متر. سانتی متر مربع. ضرب در ارتفاعش کن 24 سانتی متر رو، ارتفاع چقدره؟ 5. 24 ضرب در 5 120. یه 1/3 پشتشه. 1/3 ضرب در 120 40. 1/3 24 ضرب در ارتفاع میشه 40. گزینه ج. خب حالا یه تست دیگه بچه. میگه یک منشور با حجم 90 سانتی متر مکعب حالا داریم، منشور که قاعدش مربع، یه قاعده مربعی داریم، منشور تو ذهنتون باشه دیگه، بالاش هم پس یه مربع. اگر و حجم این چقدره؟ 90. اگر به کمک همان منشور هرم بسازیم، ارتفاع هرم 10. الان هرمه رو، این آبیه منشوره، هرمه رو چیکار کردیم؟ قاعدش همون قاعده منشوره، بالا به جای قاعده یه رأس هرم داره، اون رو بیای به 4 تا زاویه پایین مربع وصل کنی، یه دونه برمیداره چی بهت میده؟ یه دونه منشور با قاعده 90 ساختیم، قاعده یا مربع است اگر به کمک همان منشور هرم بسازیم. یعنی بیا این بالاش یه نقطه بذاری، یه دونه هرم به ما میده. میگه حالا ارتفاع هرم هم 10 باشه. آقا ارتفاع هرم 10 باشه یعنی از این رأس هرم عمود کنیم به این پایین، از اینجا تا اینجا 10. خب وقتی از اینجا تا اینجا 10، ارتفاع این منشوره چقدره؟ اینم 10 دیگه. داریم میگیم از این رأس تا این پایین 10. خب اگه منشور باشه این بالا هم قاعده داریم، پس این تیکه میشه 10. پس ارتفاعمون هاشمون هم 10. خب طول ضلع قاعده را به دست آورید، حجم منشور 90. خب حجم منشور چجوری حساب میشه؟ مساحت قاعده، چون قاعدش مربعه پس میشه آ ضرب در آ، آ 2 ضرب در ارتفاع میشه 90. ارتفاعمون رو سوال گفته چنده؟ 10. پس هاشو بذار 10. آدو ضرب در 10 میشه 90. از اینجا آدو میشه 90 تقسیم بر 10 9. یه چیزی به توان 2 شده 9، خود اون چیز چقدره؟ 3. پس ضلع مربعمون میشه 3، طول ضلع قاعده میشه 3. خب یکی دیگه، یه تست بزنیم. این تست یه ذره سخت‌تره نسبت به تست های دیگه. میگه در صورتی که قاعده یک هرم اونها مربعی به ضلع 4 سانتی متر، یعنی ضلع 4 و حجم هرم 32 باشد، فاصله رأس هرم، بیا اینو بخونیم، فاصله رأس هرم تا مرکز هر ضلع قاعده کدام است؟
این رأس هرمه، اینم یه ضلع قاعده، وسطش میشه اینجا. میگه فاصله رأس هرم تا این، مثلا من اسم اینو گذاشتم ای، پس او ای رو میخوام. قبول؟ اوک. حالا ارتفاع هرم رو بکشی اینجاست، از ارتفاع هرم وصل کن به این نقطه که مثلث قائم الزاویه میده، مثلث او اچ ای. ما چی رو میخوایم؟ او ای. او ای برای این مثلث چیه بچه ها؟ وتره دیگه، مگه مثلث قائم الزاویه نیست؟ او اچ ای. پس او ای به توان دو مساوی او اچ به توان دو به اضافه ای هاش به توان دو. قبول؟ بیا بریم. آقا گفته حجم هرم 32 سانتی متر. حجم هرم چجوری حساب میشد؟ یک سوم مساحت قاعده ضرب در ارتفاع. مساحت قاعده، قاعدش یه مربع به ضلع 4، مساحت مربع میشه 4 4 تا 16 ضرب در ارتفاع اوهاش، باید بشه 32، چون گفته حجمش 32. از این رابطه 32 رو از این رابطه اوهاش رو پیدا کنید. یک سوم 16 ضرب در اوهاش مساوی 32. اوهاش رو اینجا پیدا میکنید میشه 6. این فایل رو بچه تو گروهتون هم فرستادن، تو گروه واتساپتون، تو سایت بعثت هم قرار داده خواهد شد، دانلود بکنید اینا باشه، جاهایی که من سریع رد میشم حلش رو برید نگاه کنید. اوهاش میشه 6. اوهاش 6ه. یادت چیکار میخوام بکنم؟ اوهاش رو درآوردم 6. او ای رو میخوام، هاش ای رو که ندارم، این تیکه رو که ندارم، داریم. یه ذره دقت کن، گفته هر ضلع مربع چند سانته؟ 4 سانت. هاش این نصف این ضلع است دیگه، چون قاعده مربعه وقتی ارتفاعشو میکشی میفته وسط وسطش، پس این تیکه و این تیکه برابره، این 2 سانته اینم 2 سانته، 2 سانت 2 سانت، پس هاش ای هم میشه 2 سانت. هاش ای هم شد 2 سانت. پس حالا فیثاغورس بزن، او ای به توان 2 مساویه او هاش به توان 2، او هاش رو حساب کردیم 6، 6 به توان 2 به اضافه 2 به توان 2، 6 به توان 2 36، 2 به توان 2 4 میشه 40، او ای 2 میشه 40، او ای میشه رادیکال 40. که رادیکال 40 رو چی میتونیم بگیم؟ 40 رو بگیم 4 ضرب در 10، پس میشه رادیکال 4 ضرب در 10. رادیکال 4 2، پس 4 میاد بیرون میشه 2، میشه 2 تا رادیکال 10، تا 10 زیر رادیکال میمونه دیگه، 2 رادیکال 10. پیدا کن تو گزینه، گزینه ب. خب آقا ما فهمیدیم اگه یه قاعده پایین داشته باشیم، یه نقطه بالا داشته باشیم، از این نقطه به این وصل کنیم، به این میگیم هرم. حالا اگر اون پایین اون قاعده دایره باشه، یه هرم خیلی خوشگل داریم، به اون هرم خوشگل میگن مخروط. پس مخروط چیه؟ مخروط یه جور هرمه، همه شرایط هرم رو داره، این مخروطه. قشنگ یه قاعده داره، یه رأس هرم داره. فقط اگر توی یک هرم قاعدمون به جای مربع مستطیل و مثلث و از این مسخره بازی ها دایره بود، چون میدونید که دایره کامل ترین شکل هندسیه، حالا الان جاش نیست در موردش صحبت بکنیم، ولی پرفکت یک شکل بی نقص هندسیه. اگر قاعده بود میشه یک هرم خیلی خوشگل، به اون هرم میگن مخروط. میدونی مثل چی میمونه؟ اگه یه قاعده بالا داشتیم یه قاعده پایین، این دوتا به هم وصل میشدن بهش میگفتیم منشور. حالا اگه دایره بودن بهشون میگفتیم استوانه. حالا هرم هم که داریم، هرمی که پایینش قاعدش دایره باشه بهش میگیم مخروط. خب این یک مخروطه. حالا مخروط چجوری ساخته میشه؟ یه دایره رو در نظر بگیر، یه تیکش رو ببر بنداز دور. خودتون این کار رو انجام بدید، من الان کاغذ دمه دستم نیست، شما یه کاغذ بردارید توش دایره ببرید، بعد یه تیکش رو بکنید بندازید دور، عکساش تو کتابتون هم هست، بعد سعی کنید دوباره به زور این دوتا تیکه کاغذ رو بچسبونید به هم، یه مخروط میده قشنگ. این کار رو انجام بدید،
این تیکه یک ما که این شعاع دایره دیگه، درسته؟ شعاع این دایره است. این میاد میفته اینجا. ما بهش میگیم مولد مخروط. چرا مولد مخروط؟ چون اینه که داره میچرخه دور خودش و این مخروط رو میسازه. در واقع اینو یا که این رأس مخروط، این که دور خودش میچرخه مخروط رو میسازه. پس این شعاع میاد میشینه اینجا، بهش میگیم مولد مخروط. پس اگه این 5 سانت باشه، اینم 5 سانت، اینم که ارتفاعه، قبول. حجم مخروط چجوری حساب میشه؟ خب مخروط یه جور هرمه، پس میشه 1/3 مساحت قاعده ضرب در ارتفاع. فقط چون توی مخروط قاعدش دایره است، مساحت دایره چیه؟ پی آر دو. پس میشه 1/3 پی آر دو ضرب در هاش. یه مثال سریع، حجم مخروطی که شعاع قاعده، شعاع آن 5 و ارتفاع آن 8 است چقدر؟ اول مساحت دایره قاعده شو حساب کن، میشه پی آر دو، پی ضرب در 5/2 25، ضرب در ارتفاع کن 8، 1/3 بذار پشتش، میشه 2/3 پی. یه ساعت شنی داریم اینجوری، قطر این دایره بالا پایینش 4، ارتفاعش 10، میگه حجمش رو پیدا کن، گفته پیرم 3 بگیر. آقا تو سوالای امتحانتون اگه پی رو حرفی نزد همون پی بذارید، هیچ، پی تو محاسباتت بنویس پی. اگر گفت بگیرش 3.14، یه عددی گفت برو بگیر، الان گفته پی 3، ما هم 3 میگیریم. خب نکته ای که وجود داره، ما برای اینکه حجم این ساعت شنی رو حساب کنیم، باید حجم یه دونه اینا رو حساب بکنیم، ضرب در 2 کنیم، چون دو تا داریم دیگه. حجم اینو میخوام حساب کنم، 1/3 مساحت قاعده ضرب در ارتفاع. ارتفاع چقدره؟ وقتی ارتفاع این 10، ارتفاعی میشه 5 دیگه، پس هاشمون 5. وقتی این 4، این 4 این قطره، شعاع میشه 2، پس آرمون میشه 2. پس حجم مخروط میشه 1/3 پی آر 2 مساحت قاعده ضرب در ارتفاع. پیرم بذار 3، میشه 20. این شد 20، ضرب در 2 میکنیمش، میشه 40. قبول. خب حالا بیایم اینجا یه قاعده مهم و جذاب رو بهتون بگم. آقا ما یاد گرفتیم که اگر یه تیکه‌ای از دایره رو ببریم بندازیم بیرون، به اینا میگیم قطاع، یه قطاع این سفیده رو ببر بنداز بیرون، بعد این تیکه هاشور خورده بمونه، این دوتا رو بیایم به هم بچسبونیم، یه مخروط ساخته میشه. این دایره یه شعاعی داره، اسمشو میذاریم آر. این شعاعه میاد اینجا میشینه به عنوان مولد مخروط، پس این میشه آر. اما این مخروط کفش مگه یه دایره ای نداره؟ اون دایره مگه یه شعاعی نداره؟ برای اینکه با این قاطی نشه اسم اینو گذاشیم آر، بیا اسم اونو بذاریم آر پیرین. پس آر شعاع دایره اصلیه، آر پیرین شعاع اون دایره‌ای که تو قاعده قرار گرفت. آر پیرین الان من بدونه که برم حساب بکنم چجوری بفهمم چقدره؟ خیلی راحت. با چه نسبتی از این دایره رو نگه داشتی برای مخروطت؟ مثلا 3 قسمت باشه، 1/3 رو انداختیم بیرون، 2/3 رو نگه داشتیم، با این 2/3 رفتیم مخروط ساختیم، 2/3 با 2/3 رفتیم مخروط ساختیم، 2/3 رو ضرب در آر کنی میشه آر پیری. یعنی نگاه کن چقدر از این، چند درصد این دایره مونده، با چند درصد این رفتیم مخروط ساختیم؟ 70% مونده، 70% ضرب در آر کن میشه آر پیرین. قبول. پس اگر یه دایره‌ای به شعاع آر داشته باشیم، به کمک آبیوم 2/3 1/3 3/5، این آبیوم یه عد نسبت، به کمک آبیوم آن یک مخروط بسازیم، شعاع قاعده مخروط آر پیرین برابر است با آبیوم و ضرب در شعاع اصلیه کن، ضرب در شعاع اصلیه میکنیم، شعاع این کف میده. یه مثال، دایره ای به شعاع 12 سانتی متر مفروض است، آر 12، که به کمک 2/3 آن مخروط میسازیم، یعنی 1/3 شوت کن بیرون، 2/3 نگه دار. شعاع دایره ای که قاعده مخروط است آر پیرین، را به دست آورید، آر پیرین میشه 2/3 نگه داشتیم، 2/3 ضرب داره شعاع چقدره؟ 12.
دو سوم ضرب در 12 دو تا 12 تا میشه 24 تا 24 سوم به 3 ساده کن میشه 8. پس اگر این 12 باشه این آرپیرین 8 سانتی متر. قبول؟ خیلی. یه تست بزنیم. دایره‌ای به شعاع 16 سانتی متر در نظر بگیرید که به کمک 3/4 رومش مخروط میسازیم. حواست باشه 3/4 روم. مساحت قاعده مخروط رو پیدا کن. قاعده مخروط یه دایره است. مساحت دایره هست پی آر دو. آر پی که پیه، آر رو باید بریم حساب کنیم، یعنی اون شعاع اون دایره پایینیه. شعاع رو چجوری حساب کنیم؟ شعاع دایره اصلی 16 با 3/4 رومش مخروط میسازیم، پس میشه 16 ضرب در 3/4 روم. 16 ضرب در 3/4 روم میشه 12. پس شعاع اون پایین 12. شعاع ضرب در شعاع ضرب در عدد پی میشه مساحت اون. 12 ضرب در 12 ضرب در عدد پی میشه 144 پی. گزینه G. خب میگه با قطعه ای از اون دایره، همون هاشور خورده، میام یه مخروط میسازیم. با قطعه ای از یک دایره به شعاع 10، این 10، میام یه مخروط میسازیم که شعاع قاعده آن 6. حجم مخروط چقدر؟ باش، کاری نداره. وقتی این 10، این میشه 10 دیگه. اینم که خود سوال داده 6. حجم منشور چجوری حساب میشد؟ 1/3 مساحت قاعده ضرب در ارتفاع. مساحت قاعدهش رو حساب بکن، قاعدهش یه دایره است. مساحت دایره میشه پی آر دو. به جای آر بذار 6، 6 به توان 2 میشه 36 ضرب در پی میشه 36 پی. پس مساحت این 36 پیه. ضرب در ارتفاع کن، ارتفاع رو نداریم. چجوری به دست بیاریم؟ نگاه کن شکل مخروطه رو. چی میبینی؟ مثلث قائم الزاویه و تر به توان 2 مساوی 6 به توان 2 به اضافه 8 به توان 2. درسته؟ برو از این رابطه 8 رو به دست بیار، 8 میشه 8. پس ارتفاع 8. پس بیا حجم منشور رو به دست بیاریم. میشه 1/3 مساحت قاعده پی آر دو، به جای آرش میذاریم 6، ضرب در هاش، به جای هاش هم میذاریم 8. اینا رو اگه فرمولا رو بلد باشی به نظرت اینا خیلی ساده میاد. اگه فرمولا رو هنوز حفظ نکردی یه استوب بکن، برگرد جلسه های قبل فرمولا رو گفتم، اونا رو حفظ بکن، بعد بیا ادامه اینو ببین. چون تا وقتی فرمولا رو حفظ نباشی میگی یا خدایا اینا چی هست، ولی وقتی حفظ باشی خب اینا خیلی فرمولای ساده ای و میفهمی مبحث چیه. یه مثال دیگه، دایره ای به شعاع 5 سانتی متر داریم که به کمک 3/5 آن مخروط میسازیم. ولش کن سواله. اون دایره ای که کف مخروط قرار میگیره به عنوان قاعده، شعاع اون چقدره؟ 3/5 ضرب در 5 که میشه 3. پس شعاع این 3. دایره اصلی شعاعش چنده؟ 5. شعاع دایره اصلی کجا میره میشینه تو مخروط؟ اینجا. پس این میشه 5، این میشه 3. باز با فیثاغورس 5 به توان 2 مساوی 3 به توان 2 به اضافه 8 به توان 2. 8 میشه 4. آقا کجا اومد 4؟ یه فیثاغورس بزنید، اینها حلش هم هست، میتونید بعداً ببینید. 8 شد 4. حالا بیا چی رو خواسته؟ حجم مخروط. میشه 1/3 پی آر دو ضرب در هاش. پی که پی، آر رو چند میذاریم؟ 3. 3 به توان 2 ضرب در هاش. هاش هم که حساب کردم و فیثاغورس 4 میشه 12 پی، که اگه به گزینه نگاه کنی گزینه B. تستی رو رد نشیم یه هم. خب عرض کنم خدمتون که این تست رو با هم بزنیم. قاعده هرمی، نگفته مخروطا، هرم یعنی حواست باشه پایینش لزوما دایره نیست، حالا داره میگه قاعده هرمی مربع
به ضلع 3 سانتی متر. پس قاعدش یه مربع، ضلعش هم 3 سانتی متر. اگر حجم هرم 24 سانتی متر مکعب باشه، ارتفاع هرم کدامه؟ خب آقا حجم هرم فرمولش چیه؟ 1/3 مساحت قاعده ضرب در ارتفاع. درست؟ خیلی خوب. مساحت قاعده، قاعدش چیه؟ مربعی به ضلع 3 سانتی متر. مربعی که ضلعش 3 سانتی متره، مساحتش میشه 3 ضرب در 3 = 9. 3 به توان 2 یا همون 9 ضرب در هاش، ضرب در هاش. خب این از این. حالا این که میشه 9 رو با 1/3 ساده بکنیم میشه 3، میشه 3 هاش. پس حجم هرم میشه 3 هاش. گفته حجم هرم چقدره بچه‌ها؟ 24. پس 3 هاش هم میشه 24. 3 تا چند تا میشه؟ 24 تا. 3 8 تا 24 تا. پس ارتفاعش 24ه. قبوله؟ این از این. 24 ارتفاع شد، عذر میخوام، 8 گزینه دال. اگه چیزی هست میخواید بنویسید بنویسید، ادامه بدیم. بریم اسلاید بعدی. یه مخروط و یک استوانه دارای حجم‌های مساویه. ارتفاع مخروط 27 برابر ارتفاع استوانه است. سوال کنکوره ها. ارتفاع مخروط 27 برابر ارتفاع استوانه است. نسبت شعاع‌های دایره‌های قاعده آنها کدام است؟ یه بار سوالات یه تایم 30 ثانیه‌ای بهت بدم بخون قشنگ، حواست باشه. دو تا شکل داریم، یه مخروط یه استوانه. هم مخروط هم استوانه کفشون دایره است. حالا دو تا دایره متفاوتن دیگه. مخروطه، بیا اسم شعاعشو بذاریم R1، اسم ارتفاعشو بذاریم H1، برای اینکه قاطی نشه. یه استوانه هم داریم، شعاعش رو اسمش رو بذاریم R2، ارتفاعش هم بذاریم H2. قبول؟ این تا اینجا. حالا بریم بخونیم اطلاعات سوالا. میگه حجم مخروط و حجم استوانه مساوی هن. حجم رو با چی نشون میدادیم؟ با V. پس می‌نویسم V مخروط و V استوانه مساوی هن. بذار بزرگترش کنم. خب قبول؟ حجم مخروط فرمولش چی بود؟ 1/3 مساحت قاعده ضرب در ارتفاع. 1/3 مساحت قاعده میشه پی آر دو دیگه، ضرب در ارتفاع. قرار شد شعاع مخروط و ارتفاع مخروط رو با عدد 1 نشون بدیم. پس 1/3 پی آر 1 به توان 2 ضرب در هاش 1 مساوی. حجم استوانه چی بود؟ جلسه قبل مساحت قاعده ضرب در ارتفاع، قاعدش پی آر 2ه، پس میشه پی آر 2 ضرب در هاش. چون استوانه است قرار گذاشتیم آر و هاشش رو با اندیس 2 نشون بدیم. پس این دوتا مساوی هست. تو سمت چپ و تو سمت راست پی داریم، پی آر رو بزن با هم بره. این برمون 1/3 آر 1 به توان 2 ضرب در هاش 1 مساویه آر 2 به توان 2 ضرب در هاش 2. تا اینجا اینو داریم. حالا اطلاعات سوال رو نگاه کن. ارتفاع مخروط، ارتفاع مخروط کو؟ هاش 1. 27 برابر ارتفاع استوانه است. ارتفاع استوانه هاش 2. پس هاش 1 27 برابر هاش 2. هاش 1 27 برابر هاش 2. پس اینجا که هاش 1 میبینی بنویس 27 تا هاش 2. آقا چرا؟ مگه سوال نگفته هاش 1 27 تا هاش 2؟ برابرن دیگه، یه دونه هاش 1 با 27 تا هاش 2 برابره. پس به جای هاش 1 بذار 27 تا هاش 2. نگاه کن شد 1/3 27 آر 1 به توان 2
ضرب داره 27 هاش 2 مساوی آر 2 به توان 2 در هاش 2. اینا چی با چی میره؟ هاش 2 سمت چپ با هاش 2 سمت راست، خدا نگهدار. از اینجا چی موند؟ یه سوم مونده، یه این میمونده، یه 27. یه سوم رو ضرب در 27 کنیم میشه 27 سوم، سادش کنیم میشه 9. پس این ور که اینا موند، یک سوم آر یک به توان 2 27 که اینه، از این ورم که هاش 2 رفت موند آر 2 به توان 2. حالا یه سوم رو با 27 ساده کنیم میشه 9، میشه 9 تا آر یک به توان 2 مساوی آر 2 به توان 2. قبول؟ برای اینکه توان 2 از بین بره یه رادیکال ببر، یه جذر از اینا بگیریم، این رو ببریم زیر رادیکال، توان 2 میره میمونه آر 2، اینو ببر زیر رادیکال که خودش شوت شد اونور، اینو ببر زیر رادیکال، توان 2 میره میمونه آر 1، 9 بره زیر رادیکال میشه 3. پس آر 2 مساوی 3 تا آر 1. حالا نسبت چی رو خواسته بچه ها؟ شعاها رو خواسته دیگه. نسبت شعاهای دایره های آن رو حساب کنید. نسبت شعاها یعنی آر 1 به آر 2 یا آر 2 به آر 1 فرقی نمی کنه. از اینجا نسبت آر 2 به آر 1 چی میشه؟ 3. چرا؟ نسبت آر 2 به آر 1 یعنی آر 2 چند برابر آر 1 دیگه؟ آر 2 چند برابر آر 1؟ سه تا آر یک رو بذاریم کنار هم میشه آر دو. سه تا آر یک آر دو رو میده، پس آر دو سه برابر آر یکه. سه تا هزار تومنی میشه 3000 تومن، پس 3000 تومن سه برابر 1000 تومنه. سه. اما یادم یه بار تو کلاس یه تستی بود شبیه این، رفتم پای تختی نکته ای رو براتون توضیح دادم در مورد همین. الان دوباره میخوام اونو بهتون بگم. اینجا رو نگاه، تست مثلا یه چنین چیزیه، آقا 5x مساوی 7y، اگه بهت بگن نسبت x به y چیه چی میگی؟ یه چیزایی داره یادتون میاد، داره تو کلاس حالا همین عددا نبوده ولی یه چنین چیزی بود، تایس تستی سوالی x به y. بچه‌ها میگن x تقسیم بر y پس میشه 5 تقسیم بر 7. اگه این تست باشه گزینه الف و طراح سوال گذاشته 5 تقسیم بر 7 5 هفتم، چون میدونه همه سوتی میدن. ولی کسایی که یادشونه تو جزوهتون هفت هست، من قبلا تو کلاس توضیح دادم x تقسیم بر y یعنی چپ تقسیم بر راست دیگه. جوابش میشه چپ تقسیم بر راست، جوابش میشه راست تقسیم بر چپ، 7 تقسیم بر 5. پس x تقسیم بر y میشه 7/5. 2x1 مساوی 3x2. x1 تقسیم بر x2 چی میشه بچه‌ها؟ چپ تقسیم بر راست میشه مساوی راست تقسیم بر چپ، 3/2. قبول؟ پس اینجا ضریب آر 2 چنده؟ 1. آر 2 تقسیم بر آر 1 میشه راست تقسیم بر چپ. حالا ضریبه برعکسه، 3/1. 3/1 میشه 3. گزینه دال. قبول؟ خب بریم یه تست دیگه. شعاع قاعده یک مخروط با شعاع یک نیم کره مساوی است. اگر ارتفاع مخروط 3 برابر شعاع قاعده اش باشد، یعنی هاش 3 برابر آر باشه، نسبت حجم این مخروط به حجم نیم کره. وقتی میگه نسبت یعنی به هم تقسیم کن دیگه. نسبت میگه خط کسری رو بذار، خط کسری نسبت حجم مخروط به حجم نیم کره. حجم مخروط چیه بچه ها؟ 1/3 مساحت قاعده ضرب در ارتفاع. حجم نیم کره چیه؟ حجم کره چیه؟ جلسه قبل فرمولشو گفتیم.
حجم کره هست 4/3 پی آر سه. حجم کره 4/3 پی آر سه. حجم نیم کره نصف اینه، پس میشه 4/3 پی آر سه تقسیم بر 2، پس اینم حجم نیم کره است. حجم ربع کره، این نیم کره، حجم کره رو حساب می‌کنی تقسیم بر 4 می‌کنی. خب قبول. این حالا این تیکه یه 4/3 اینجا داریم، یه 2 اینجا داریم، برای اینکه بعداً گیج نشید از کجا اومد، من اینو جدا حساب کردم. نگاه کن، میخوام این تیکه 4/3 رو 2 حساب کنم. 4/3 یه 2 هم اینجا داریم، 4/3 یه 2. 2 چون مخرج نداره میتونم 1 بهش بدم. یه دور در دور نزدیک در نزدیک بکن. 4 ضرب در 1 میشه 4، نزدیکا 3 ضرب در 2 میشه 6. 4 6 رو به 2 ساده کن میشه 2/3. پس این میشه این تیکه تقسیم بر این تیکه میشه 2/3. اما خود سوال چی گفته؟ گفته ارتفاع برابر است با 3 برابر شعاع. ارتفاعش 3 برابر شعاعه، پس هاشش مساوی 3 تا آره. پس به جای هاش میتونیم بذاریم 3 تا آر. پس بیا بریم به جای هاش بذار 3 تا آر. 1/3 پی آر 2 به جای هاش میذارم 3 تا آر. این 4/3 و 2 هم که با هم ساده شد، شد 2/3، یه پی آر 3 هم جلوش. خیلی خوب، چه اتفاقی میافته؟ 1/3 با 3 میره، 3 با 3 مخرج میره، میمونه پی آر 2 ضرب در، میمونه پی آر 2 ضرب در آر. پی آر 2 ضرب در آر میشه پی آر 3. 2/3 پی آر 3 هم که تو مخرج داریم. پی آر 3 پی آر 3 با هم میرن، این دوتا با هم رفتن. از صورت که همش رفته هیچی نمونده، یه 1 میمونه. اما مخرج هم که این رفت یه 2/3 مونده. یه مخرج 1 به صورت میدیم، دور در دور نزدیک در نزدیک میشه 3/2. گزینه ب این است. خب بریم بچه سراغ سطح و حجم. هر چیزی، هر حجمی رو در نظر بگیرید، هر حجم یه سری وجه داره این دوراش دیگه و یه سری زل داره اون پایین یا بالاش، هر چی. اینا رو اگر باز بکنیم میشه چی؟ میشه مساحتمون دیگه، تبدیل میشه به مساحت. برای مثال الان این چیه؟ یه هرم رو در نظر بگیرید. تصور کنید میخوام اینو با مثلا مقوا بسازم، میخوام ببینم مقوا چند سانت مقوا لازم دارم، چه مساحتی از مقوا رو لازم دارم تا بتونم باهاش هرم رو بسازم. پس من از این حجم باید بازش کنم، به سطحش برسم. خب این خیلی ساده است. قاعده هرمه یه مربعه، یه مربع داریم. حالا این مربعه که این زیره 4 تا مثلث از 4 طرفش اومده بالا دیگه، اینا اون 4 تا مثلثان، درسته؟ این از این. بعد الان اینجا 3 سانته، این تیکه 3 سانته، پس بذار بزرگش کنم بهتر ببینید. پس این میشه 6 سانت، پس ضلع مربع 6. ضلع مربع 6، این ارتفاع 4 سانته. با فیثاغورس میتونیم این خط قرمز او آ رو حساب کنیم. او آ به توان 2 مساوی 3 به توان 2 به اضافه 4 به توان 2، این میشه 5. پس از بالای این مثلث ها تا وسط هر مثلث میشه 5 سانت، از بالای مثلث ها تا وسط هر مثلث میشه 5 سانت. این از این. حالا میخوای مساحت اینو حساب کنی؟ کاری نداره که. مساحت مربعه چی میشه؟ 6 ضرب در 6، 36. مساحت یه مثلث هم حساب بکن، ضرب در 4 میکنیم که 4 تا داریم. مساحت مثلث، ارتفاع ضرب در قاعده تقسیم بر 2، 5 ضرب در 6 30 تقسیم بر 2 15. مساحت این میشه 15. 4 تا از این 15 ها داریم 60. 60 به علاوه 6 6 تا 36 تا. 60 به علاوه 36 96 سانتی متر مکعب. قبول. این از این. خب آقا یه دو تا نکته حفظی که تو سالهای بعد به دردمون میخوره. اگر یک مثلثه، اینا اثباتاش هم هست، اثباتاش هم هست، بعدا برید
از تو جزوه که دانلود میکنید اثباتار هم نگاه کنید، چیز سختی نیست، همش به کمک فیثاغورسه. اگر یه مثلثی داشته باشم با قائم عضو میخوام متساوی الاضلاع، با مثلا ضلع هاشم بگیریم آ، ارتفاعشو بکشید این ضلع میشه آ، این ضلع میشه آ، چون مثلث متساوی الاضلاع ارتفاع همون میانه است، پس این دقیقا نصف میکنه اینا رو. اگر کل این آ باشه این میشه آ دوم، این هم میشه آ دوم. آقا میخوام یه چیزی بهتون یاد بدم، اگر مثلث متساوی الاضلاع داشته باشیم به ضلع آ، ارتفاعش رو حفظ کنید میشه رادیکال سه دوم آ، یعنی رادیکال سه دوم رو ضرب در یکی از ضلع ها بکنیم، رادیکال سه دوم رو ضرب در یکی از ضلع ها بکنیم ارتفاع رو میده. قبول؟ این اثباتش با فیثاغورس برای خودتون. اما مساحتش رو اگر ازمون خواستن چی؟ رادیکال سه چهارم آ دو، آ چیه؟ یکی از ضلع ها. کدوم ضلع؟ مگه فرقی میکنه؟ مثلث متساوی الاضلاع، پس همه ضلع هاش آه دیگه، 5 سانتی متر 7 سانتی متر. پس این دوتا رو حفظ کنید. اگر یک مثلث متساوی الاضلاع داشتم ضلعش بود آ سانتی متر، ارتفاعش میشه رادیکال 3 دوم ضرب در اون ضلع، مساحتش میشه رادیکال 3 چهارم ضرب در اون ضلع به توان 2. این دوتا رو حفظ بکنید خیلی کمک میکنه. مساحت هرم 3 پهلوی زیر را به دست بیارید. یه هرم داریم کفشو من هاشور زدم، یه مثلث با ضلعهای 10، پس چجور مثلثیه؟ متساوی الاضلاع. حالا از سه تا ضلع سه تا وجه میاد بالا اینجا میخورن به هم دیگه میشه یه هرم، مساحت اینو میخواد. این هرمه چند تا مثلث داره کلن اگه باز بشه؟ یه دونه پایینشه، سه تا طرفه اینشه، چهار تا مثلث مساوی داره. برای اینکه مساحت کل اینو حساب کنیم کافیه مساحت یه مثلث رو حساب بکنیم ضرب در چهار بکنیم، چون یه مثلث کفه، سه تا سه طرفشن، درسته؟ مساحت یه مثلث رو میخوام حساب بکنم، مگه مثلث متساوی الاضلاع؟ همین الان مگه بهتون نگفتم اسلاید قبلی رادیکال 3 چهارم آ دو، چون ضلع 10 آمون میشه 10، رادیکال 3 چهارم آ دو، به جای آ بذار 10، 10 به توان 2 ضرب در رادیکال 3 چهارم، صده با 4 ساده میشه، میشه 25 رادیکال 3، یعنی مساحت یه مثلث 25 رادیکال 3. چند تا از این مثلث‌ها داریم؟ 4 تا، 4 ضرب در 25 رادیکال 3 که 4 ضرب در 25 میشه 100، میشه 100 رادیکال 3، پس مساحت کل این 100 رادیکال 3. قبول بچه‌ها؟ حالا بذارید اینو بریم با هم تو نوت انجام بدیم، بخونیم سوالو. یه شش ضلعی منتظم داریم، چون این پایین ماینا افتاده بد شده میخوام اون ور براتون بنویسم. یه شش ضلعی منتظم داریم، هر ضلعش 2 سانتی متره، مساحت اینو میخواد. شکل رو بذارم بکشم. حالا مثلا که این منتظم باشه، هر ضلعش 2 سانتی متر باشه، مساحت کل اینو میخواد. آقا فرمول مساحت شش ضلعی منتظم نداریم. راستش داریم ها، ولی تو کتاب شما اصلا تو دبیرستان نیست این فرموله. خب فرمولی که به کمک مثلثات میره مساحت اینا رو به دست میاره، کاری باش نداریم. چجوری میتونیم مساحت اینو به دست بیاریم؟ بریم از چیزایی که بلدیم استفاده کنیم. زاویه های روبرو رو به هم وصل کن. چند تا مثلث شد؟ 6 تا از اینا داریم، 1 2 3 4 5 6. من اگه مساحت یکیشو به دست بیارم ضرب در 6 کنم، مگه مساحت کل اینو به من نمیده؟ خب پس بریم مساحت یکی اینا رو حساب بکنیم. چون این 6 ضلع این منتظمه، این مثلث ها چی میشن؟ اینا هم میشن مثلث های منتظم، یعنی مثلث هایی که از لاشون با هم برابره، یعنی این دوه، اینم دوه، اینم دوه، به این مثلث میگن مثلث متساوی الاضلاع. مساحت مثلث متساوی الاضلاع رادیکال 3 چهارم آ دو، آمون چنده؟ 2.
دو به توان دو، بذار بنویسم، رادیکال 3 چهارم دو به توان دو، دو به توان دو میشه 4، با این 4 مخرج میره میشه رادیکال 3. پس مساحت این رادیکال 3 چند تا از اینا داریم؟ 6 تا. پس مساحت کل این میشه 6 رادیکال 3. گزینه G، 6 رادیکال 3. قبول بچه ها؟ دیگه حالا کوچیک نمیشه این؟ خب بریم بیا اینجا، این همون حل است که توضیح دادم بهتون، 6 رادیکال 3، کاری باش نداریم. بیایم اینجا آخرین سوالامون، میگه یه مستطیل داریم با ابعاد 4 و 6. این مستطیل بزرگش بکنم 4 6، در صورتی که آن را دور طولش یعنی اون ضلع 6 سانتی متریش دوران بدیم، حجم به دست آمده کدام است؟ آقا طول این 6 سانتی متری است دیگه، اینه دیگه، میگه دور این دورانش بده، به چرخونش. چی بهت میده بچه ها؟ یه مستطیل بردارید یه جاشو ثابت نگه دارید، دور خودش بچرخونیدش، یه استوانه میده دیگه، که این استوانه ارتفاعش چقدره؟ همین ارتفاع طول این 6 سانتی متر. اما وقتی عرض این 4ه، وقتی میچرخونمش دور این نقطه، شعاع این میشه 4، درسته؟ حجم این استوانه رو میخوام که شعاعش 4، ارتفاعش 6. حجم استوانه مساحت قاعده که پی آر 2ه چون دایره است، ضرب در ارتفاع، پس میشه پی آر 2 ضرب در ارتفاع، پی که پیه ارتفاع، شعاع 4 سانتی متر، 4 به توان 2، هاش چقدره؟ 6. 4 به توان 2 میشه 16، 16 ضرب در 6 میشه 96، میشه 96 پی. گزینه ب 96 پی. بیایم اینور، همون داستان، همون بازی، این دفعه با یه مثلث. میگه یه مثلث قائم و زاویه دارم با اضلاع قائم، یعنی ضلعهایی که دور اون زاویه قائمه هستن، 3 و 4، اینها، این مثلث قائم و زاویه است، 3 4. خب بیاید بریم اینو توی، چون اینجا یه ذره جاش بده، بیاید بریم تو نوت، آیا مثلث قائم و زاویه داریم 3 و 4. افیس آغورس بریم، این چند میشه؟ این دیگه عددی که باید حفظ باشید، 3 4، این میشه 5. حالا یه لحظه من ببینم دور کدوم دوران داریم. دور ضلع 3 سانتی سوال گفته دوران داریم، یعنی اینجا یه محور بذار دور این دورانش بده. چی میشه بچه ها؟ این 3 سانتیه که ثابت میمونه، این 3، میایم اینجوری دوران میدیم، وقتی این 4 بوده این میشه 4، این شعاعمونه دیگه، میشه 4، این تیکه میشه 4. حالا حجم اینو خواسته، قاعده یعنی چیه؟ یک دایره. پس حجم این میشد 1/3 مساحت قاعده، این مخروطه دیگه، 1/3 مساحت قاعده ضرب در ارتفاع. تو مخروط مساحت قاعده چیه؟ پی آر 2 ضرب در هاش. جایگزین کن، شعاع چقدره؟ 4 سانتی متر، 4 به توان 2. هاش چقدره؟ ارتفاع 3 سانت. این 3 که با این 1/3 میره، 3 صورت با 3 مخرج میره، 4 به توان 2 میشه 16، 16 ضرب در پی، 16 پی، 16 پی. گزینه دال. خب بریم سراغ آخرین مثالمون، در صورتی که یک هرم منتظم داشته باشیم که قاعده آن 6 ضلعی به طول ضلع 16 سانتی متر باشه. وایسا آقا، از کجا میدونیم این 6 ضلعی منتظمه؟
گفته هرم منتظم. قبلا یاد گرفتیم به هرمی میگیم منتظم که قاعدشم، یعنی قاعدش اصلا منتظم باشه. پس این شش ضلعی منتظمه. به طول ضلع 16 سانتی متر و یال 10 سانتی متر. مساحت کل هرم چقدره؟ خب اول از همه مساحت شش ضلعی منتظم قاعده، شش ضلعی منتظم قاعده رو چجوری میتونیم حساب کنیم بچه‌ها؟ شش ضلعی منتظم رو یا داشتیم اینجا شش ضلعی منتظم، این دو بود، اینجا چقدره؟ 16 طول ضلع 16. پس توی اون 6 تا مثلث متساوی الاضلاع داریم. مساحت مثلث متساوی الاضلاع هست رادیکال 3 چهارم A2، پس میشه رادیکال 3 چهارم ضرب در 16 به توان 2. کف اون چند تا از این مثلثا داریم؟ 6 تا، ضرب در 6 میکنیمش. این کارو کردیم دیگه، توی این مثال با هم انجامش دادیم. پس میشه 6 ضرب در این میشه 384 رادیکال 3، مساحت اون کف. حالا باید یه مساحت این دورا رو هم پیدا کنیم، جمع بکنیم بشه مساحت کل هرم. یه هرم در نظر بگیر، یه مساحت دور داره، یه مساحت کف داره. کف رو حساب کردیم. حالا مساحت دور. دورش چیه؟ 6 تا مثلث. یکیش رو حساب بکنیم، ضرب در 6 بکنیم. یه دونه از این مثلث‌ها رو نگاه. پایین ضلع 16 دیگه، چون گفته طول ضلع 16. این مثلث‌های وجه رو میگم ها، اینجوری. ارتفاعشو بکشیم، این میشه 8، این میشه 8. چرا؟ چون ارتفاع میانه هم هست. چرا؟ چون مثلث متساوی الاضلاع. متساوی الاضلاع که نیست، متساوی الساقین. در متساوی الساقین و متساوی الاضلاع ارتفاع همون میانه هم میشه. یال ها رو گفته چقدره؟ میخوام تو سوال پیدا کنم. یال 10 سانتی متر. پس این 10. این یال 10. این که 16 میشه 2 تا 8 تا. این تیکش رو نگاه کن، یه مثلث قائم الزاویه است. فیثاغورس بزن. 10 به توان 2 مساوی 8 به توان 2 به اضافه 8 به توان 2. از این رابطه 8 رو پیدا می‌کنیم، 6. مساحت این مثلث رو پیدا کن. ارتفاع ضرب در قاعده تقسیم بر 2. 6 ضرب در 16 تقسیم بر 2. 6 ضرب در 16 96 تقسیم بر 2 48. پس مساحت یه دونه از این مثلثایی که دور این هرم هست میشه 48. 48 سانتی متر مربع. چند تا از این مثلث ها این دور هست؟ قاعده شش ضلعی بود دیگه، پس 6 تا از اینا هست. پس 6 تا 48 تا مساحت جانبی هرم. 6 تا 48 تا میشه 288. مساحت دور شد 288، مساحت قاعده کف شد این، با هم جمعشون میکنیم میشه مساحت کل هرم. یعنی این مساحت قاعده است، این 288 هم مساحت این دور هرم جانبیشه که با هم جمع میکنیم. سوالم مساحت کل هرم رو خواسته بود که این از این. خسته نباشید دوستان، اینجا کتابتون رو میبندیم، ولی قطعا همونطور که تو کلاس هم بارها تکرار کردم، اصلا به این تستا قناعت نکنید. ده ها برابر اینها رو من چند تا کتاب تو کلاس بهتون معرفی کردم، یکیشو انتخاب بکنید و ده ها برابر اینها باید شما سوال و تست حل بکنید. امیدوارم که موفق باشید. خدا نگهدار. بعثت اسطوره کنکور ایران 48 17.